کاظمی که با نام هنری مو شناخته می شود از کودکی به موسیقی علاقه داشت و گیتار نوازی را از نوجوانی آغاز کرد. او در رشته آهنگسازی کلاسیک در کنسرواتوار موسیقی تحصیل کرده و با تعدادی از هنرمندان و گروه های موسیقی راک و متال در ایران همکاری داشته. تجربیات ارزنده‌ای که با چالش‌های بسیاری نیز همراه بود. موزیک یکی از زیباترین هنرهایی که خلق شده تو بشر. تو ایران مردم از این قضیه محرومند. شما نمیتونی آزادانه موزیک بزنی. علی خصوص واسه بچه‌هایی که راک و متال میزنن. مثل میمونه که شما دوست داری رنگ روغن نقاشی کنی، یکی بیاد بگه آقا شما حتما باید سیاه قلم بکشی. این همچین چیزی اصلا معنی نداره. برای همین میوزیشن‌ها تو ایران جزء سرخورده ترین قشر هنرمندا هستن، چون نمیتونن اصلا آزادانه موزیک بزنن، علی‌خصوص بچهای راک. چون شما سال در سال شاید یکی دو بار اونم با هزار تا فیلتر حتی میخوان بدونن که چیه شما، لباس تنت چیه، چجوری میخوای پرفورم کنی. این قضیه خیلی اسفناکه به نظر من. محمد کاظمی به دلیل محدودیت و مشکلات موجود در ایران تصمیم گرفته آمریکا مهاجرت کنه و فعالیت‌های هنری خود رو در ایالت ویرجینیا و در محیطی آزاد ادامه بده. به نظر آمریکا جزء آزادترین کشورها، شما میتونید آزادانه هر کاری رو دوست دارین. در کنار این که اوکی شما میتونید آزادانه هر کاری انجام بدی ولی به کسی آسیب نزنی. خب این خیلی قشنگه. شما میتونید موزیک کار کنی، آزادانه هر سبکی که می‌خواید بزنی، هر حرفی رو تو کلامی که دوست داشته باشی تو ترانه‌ت بگی. حالا یکی دوست داره یکی دوست نداره، این یعنی آزادی. برای همین تصمیم گرفتم بیام امریکا، اون کارهایی که از بچگی دوست داشتم، موزیک بزنم، راک بزنم، بلوز خیلی دوست دارم، بلوز ما رو امریکاست، دوست داشتم بیام امریکا. محمد کاظمی که موسیقی رو در ایران با اجرای آهنگ‌های راک و متال آغاز کرد، به تدریج به سمت بلوز رفت، سبکی که خاستگاه اون ایالت‌های جنوبی آمریکاست و در قرن 19 هم توسط آمریکاییان آفریقایی تبار شکل گرفت. آثار فنونی محمد کاظمی در چارچوب موسیقی راک بلوز قرار می‌گیره و او پس از آزمون و خطاهای بسیار سبک دلخواه و مورد علاقه‌اش رو پیدا کرده. یه کامیونیتی تو واشنگتن دی سی هلوش 300 نفریم. با اونا ساز میزنیم، در هفته سه شب چهار شب رو استیج میریم ساز میزنیم. این فرصت برام پیدا شد که تایم زیادی رو استیج باشم، ساز بزنم. یه سری ترسا، یه سری چیزا کم کم از من کاسته شد. بعد تونستم خودم پیدا کنم که مو اونی که میخوای باش. دوست دارم اونی که میخوام باشم، برم رو استیج، کاری که دوست دارم، چیزی که سالیان سال علاقش تو وجودم بوده، دوست دارم اون رو اجرا کنم. اکثر آهنگ‌های محمد کاظمی بدون کلامه، ولی چند ترانه به زبان فارسی هم خونده که از طریق سایت‌های موسیقی یا شبکه‌های اجتماعی او در دسترس علاقمندانه. این هنرمند جوان ایرانی در بسیاری از کلوب‌ها و بارهای محلی از جمله اپیکور کافه در ایالت ویرجینیا برنامه اجرا کرده و شنونده های زیادی به ویژه در میان دوستداران موسیقی بلوز داره. چون من که آدم ساکت بودم، میرفتم دو بار میشستم، بعد کم کم وارد شدم، رو استیج ساز زدم. براشون اول جالب بود که این پسر کیه، اومده مثلا موزیک ما رو بلده، بلوز میزنه. علی خصوص سیاها خیلی جالب بود ریاکشنشون وقتی بلوز میزدم، میگفتن تو اینا کجا بلدی این سبک موسیقی؟ من عاشق این موسیقی ام، با این موسیقی بزرگ شدم. براشون خیلی جالب بود که حالا نمیخوام از خود تعریف کنم بگم بهتر از خودشون، ولی خیلی وقتا براشون جای تعجب بود که مثلا تو این سبک موسیقی از کجا میشه. محمد کاظمی آثارش رو در همین استدیوی کوچک خانگی و با استفاده از برنامه‌های پیشرفته رایانه‌ای و دیجیتالی ضبط میکنه. با این حال علاقه زیادی به سازهای قدیمی داره و به نظرش با ارگ، پیانو یا گیتارهای کهنه میشه موسیقی بهتری خلق کرد. صنعت باعث شد که کیفیت کالا علی‌خصوص تو لوازم موسیقی بیاد پایین. چرا؟ تو صنعت تصویر کیفیت رفته بالا، ولی توی صنعت صوت
کیفیت آنالوگ هنوز بالاتر از دیجیتاله. چرا به شما این فرصت رو میده که تو خونه هوم استودیو داشته باشی یا با چیزای خیلی کوچیک بتونی کاراتو انجام بدی، ولی کیفیت موسیقی تو زمان گذشته خیلی بهتر بوده. برای همین من خیلی به چیزای قدیمی علاقه دارم، مثل این پیانو، الکتریک پیانویی که دارم واسه 1971-2 فکر کنم اگه باشه، اگه اشتباه نکنم، مثلا یک از سازهای مورد علاقمه واسه بلوز و جاز. محمد کاظمی از جمله هنرمندان پرکار موسیقی در این منطقه است و علاوه بر آهنگسازی، تنظیم یا اجرا در کنسرت‌های مختلف، به تدریس موسیقی به هنرجویان نیز می‌پردازه و برنامه هفتگی شلوغی داره. او به آینده امیدواره و علی‌رغم چالش‌های موجود با شور و اشتیاق زیادی برای رسیدن به آرزوهاش تلاش می‌کنه. ایدئالم تو موسیقی اینه که بتونم نه یکی، خیلی، یه روز در استودیوم باز کنم پر از گرمی آوارد بشه توش. این آرزوی قلبی منه. بعد بتونم تو آمریکا یه فرصتی بهم بده که از نژادهای مختلف توی بند داشته باشم، از سیاه سفید، از همه رنگ تو گروه هم باشن، بتونیم موزیک بزنی برای صلح، برای دوست داشتن، برای خوبی. محمد کاظمی در حال حاضر سرگرم ضبط آهنگ‌های جدیدیه و قصد داره نخستین آلبوم موسیقی خودش رو مانند گذشته‌های نچندان دور روی نوار کاست منتشر کنه. بهنود مکری، صدای آمریکا.